سرخط خبرها. فاجعه در افغانستان. آمار قربانیان حمله مرگبار بر باشندگان دایکندی به 14 کشته افزایش یافت. داعش مسئولیت حمله بر باشندگان دایکندی را بر عهده گرفت. جبهه آزادی، تیرباران مسافران دایکندی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. ایران حمله بر باشندگان دایکندی را محکوم کرد. و سفارت امریکا برای افغانستان، هرگز از تقاضای بازگشایی مکاتب برای دختران دست نمی کشیم. با یاد خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. فاجعه در افغانستان. آمار قربانیان حمله مرگبار بر باشندگان دایکندی به 14 کشته افزایش یافت. منابع محلی می گویند که آمار قربانیان حمله تفنگداران ناشناس بر باشندگان دایکندی به 14 کشته افزایش یافته است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت روز پنجشنبه 22 سنبله در کوتل پهلو سنگ ولایت غور در منطقه مرزی با ولسوالی سنگتخ و بندر دایکندی رخ داده است. بر اساس فهرست، اسامی قربانیان این رویداد که بر روزنامه 8 صبح رسیده است، تمام افراد کشته شده مردان هستند. در این رویداد 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع افزودند که تفنگداران ناشناس ابتدا موتر حامل باشندگان ولسوالی سنگتخ و بندر دایکندی را متوقف و سپس آنان را تیرباران کردند. به گفته منابع، شمار تفنگداران ناشناس 4 تن بوده است. منابع خاطر نشان کردند که این افراد زمان تیرباران شدند که برای استقبال از زاهنان کربلا رفته بودند. انگیزه و عاملان این حمله تا اکنون مشخص نشده است. داعش مسئولیت حمله بر باشندگان دایکندی را بر عهده گرفت. گروه داعش مسئولیت حمله بر باشندگان دایکندی را بر عهده گرفته است. داعش پنجشنبه شب 22 سنبله با انتشار اعلامیه در سایت اماق گفته که نیروهای این گروه 15 تن شیعهان را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. داعش گفته این حمله در سایه قرطیوال در منطقه مرزی میان ولایت دایکندی و غور صورت گرفته است. این در حال است که پیش از این روزنامه 8 صبح گفته بود که در حمله مردان مسلح بر موتر حامل باشندگان دایکندی 14 تن جان باختن و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در غور تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. جبهه آزادی، تیرباران مسافران دایکندی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. جبهه آزادی افغانستان می گوید که تیرباران مسافران دایکندی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و این کار را عمل طالبان می داند. جبهه آزادی افغانستان پنجشنبه شب 22 سنبله با انتشار اعلامیه این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی خوانده است. در اعلامیه آمده است، این کشتار وحشیانه در حال اتفاق افتاده که همه مردم محل خلاص الان و تنها عناصر تفنگدار در ولایت های غور، دایکندی و هومه ملیشه های طالبان هستند. به گفته این جبهه، این رویدادها در دایکندی و دیگر مناطق مرکزی، شمال و غرب افغانستان نشان می دهد که طالبان با انگیزه های قومی و با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق دارای تنوع قومی و مذهبی به کشتار مردم به ویژه هزاره ها، به نام ها و بهانه های مختلف و کوچ اجباری مردم اقدام می کنند. ایران حمله بر باشندگان دایکندی را محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حمله و تیرباران 14 باشنده دایکندی را محکوم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز جمعه 22 سنبله با نشر پیام در برگه اکس نگاشته که این حمله از سوی گروه داعش صورت گرفته است. این سفارت اضافه کرده است جمهوری اسلامی ایران خواهان مجازات مرتکبین این فاجعه بزرگ است و آمادگی خود را در این زمینه اعلام می دارد. گفتنی است که در حمله تفنگداران بر موتر حامل باشندگان دایکندی 14 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سفارت امریکا برای افغانستان، هرگز از تقاضای بازگشایی مکاتب برای دختران دست نمی کشیم. سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت می کند گفته
که واشنگتن از تلاش برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان دست نمی کشد. این سفارت روز پنجشنبه 22 سنبله در برگه اکس خود نوشته است که از آموزش و تحصیل دختران افغان حمایت می کند. سفارت امریکا برای افغانستان افزوده است ما بازگشت دانش آموزان در سرتاسر جهان به مکاتب حدود 1.4 میلیون چوکی در صفوف درسی افغانستان خالی باقی مانده است. این سفارت همچنان تاکید کرده که متحد به فراهمسازی بورسیه های تحصیلی بیشتر برای دختران افغانستان است. بیش از 3 سال می شود که دختران افغانستان از آموزش و تحصیل توسط طالبان محروم شدند. با وجود فشارهای جامعه جهانی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها، طالبان همچنان به سیاست های محدود کننده خود علیه زنان افغانستان ادامه می دهند. سفر ملا هیبت الله به شمال، نمایش قدرت و تلاش برای یک دست نگه داشتن گروه. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان با پیروی از ملا عمر که به دلایل خود را از نظام عمومی پنهان می کرد فاصله خود را از مردم حفظ کرده است. هرچند پیش از این که به رهبری طالبان برسد او تا سال 1394 در مسجد حاج محمد حسینی و مدت هم در مسجد الحج در نزدیکی کویت پاکستان ملا بود و در آنجا جوانان و نوجوانان را برای انتقاد کردن تربیت می کرد و کمرشان را می بست. اما زمانی که در سال 1395 پس از کشته شدن ملا اختر منصور به رهبری طالبان رسید خود را از نظر عمومی دور نگه داشت. پس از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان آخندزاده به قندهار منتقل شد و دارانشهر نیز پردنشینی را اختیار کرد. هیبت الله که توسط لابیگران طالبان به عنوان رهبر طالبان تغییر کرده و معرفی و تبلیغ می شد چنان پا به پای ملا عمر می گذارد که نه تنها در سیاست‌های کلی خود از او تقلید می کند بلکه انتخاب قندهار به عنوان مرکز رهبری و در پرده بودن رهبر گروه نیز از او مو به مو تقلید و پیروی کرده است. در 3 سال گذشته بجز چند مورد محدود که گفته می شود مقام‌های گروه طالبان که ادعا دارند رهبرشان مثل در نمازی سخنرانی کرده برای مردم معلوم نشده که چه کس با آنها سخن می گوید زیرا سخنران پیش به مردم سخنرانی کرده است. اخیراً اما این رهبر غایب به چند ولایت سفر کرده است. چند پیش گزارش شد که او به نیمروز سفر داشته اما روز پنجشنبه هفته گذشته به بادغیس رفت و پس از آن به فاریاب، جوزجان و بلخ سفر کرده است. برخی رسانه ها از سفر او به سرپل نیز خبر دادن. گمان از اینی ها در مورد سفر او قریب الوقوع او به بدخشان و تخار نیز وجود دارد. اما چرا ملا هیبت الله این سفرها را شروع کرده است؟ سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود.